بنام خدا سلام و شبتان بخیر. امروز شنبه 19 ثور 1396 خورشیدی است که برابر می شود با 9 می 2017 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها، دست داشتن رهبران حکومت در تقرری های وزارت خارجه. وزارت خارجه نامش من وزارت خانواده گذاشتم، واقعا وزارت خانواده است و از خود رنگ شروع می شود. تایید نشست دوچرخ‌بال ناشناس در ساحه طالبان. بله، ما خود ما دیدیم که چرخ‌بالا آمدن و نشست را در استقامت پشت باغ انجام دادن. و عقب زدن حملات طالبان در حومه های شهر قندوز. مشروع خبرها، وزارت خارجه به وزارت خانوادگی مبدل شده است. برخی از اعضای مجلس با انتقاد از این نهاد میگویند نزدیکان بیشتر مقام های بلندپایه به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایی در وزارت خارجه تعیین می شوند. اما وزارت خارجه در واکنش به حرف های دیروز رئیس جمهور غنی میگوید این حرف ها قابل درک است. در سوی هم بر بنیاد یافته های آریانا نیوز بیشتر سفیرها به گونه مستقیم از سوی رئیس جمهور غنی مقرر شدند. قیام نوری این گزارش را ساخته. توزیع وزارت خارجه از انتقاد رئیس جمهور، انتقاد مجلس از گزینش افراد در این وزارت و تاکید بر آوردن اصلاحات در وزارت خارجه. انتقاد شدید رئیس جمهور غنی از استخدام دیپلمات ها در وزارت خارجه. رئیس جمهور غنی روز دوشنبه در سومین نشست مبارزه با فساد گفته است که دیپلمات ها در وزارت خارجه شایستگی لازم را ندارند و بر بنیاد روابط استخدام شدند. وزارت خارجه باید بر بنیاد قانون خدمات ملکی عیار گردد. اما شکایت دارند که استخدام ها در این وزارت بر بنیاد روابط و شناخت انجام می شود. ما این وضعیت را تحمل نمی توانیم. من یک بار به یک سفارت رفتم و از 4 تنشان 1 تنشان انگلیسی صحبت نمی توانستند. این غیر قابل پذیرش است. وزارت خارجه اما این حرفای رئیس جمهور قابل درک می داند. این ضرورت است و این ضرورت محسوس است و قابل درک است و به خاطری که این ضرورت نیازش این ضرورت حس میشه، حکومت تعهد دارد برای کار در این راستا. هرچند این سفیران بنا به شناختشان با رئیس جمهور به گونه مستقیم مسئول آقای غنی تعیین شدند. شکریا بارکزای سفیر افغانستان در نروژ، حمدالله محب سفیر افغانستان در آمریکا، علی احمد جلالی سفیر در آلمان، شینکای کروخیل سفیر در کانادا، جانان موسازی سفیر در چین، عمر زاخلوال سفیر در پاکستان، قیوم کوچای کاکای رئیس جمهور سفیر افغانستان در روسیه، عبدالله حبیبی سفیر افغانستان در قزاقستان، قدمشا شهیم سفیر در اردن، سید جلال سفیر افغانستان در عربستان، امین فاطمی سفیر در ژاپن، وحید ویسی سفیر در استرالیا، شیدا عبدالی سفیر افغانستان در هند. وزارت خارجه نامش من وزارت خانواده گذاشتم، واقعا وزارت خانواده است و از خود غین شروع می شود، از خود غین، از کاکای شروع می شود و از عین شروع می شود، از تمام رهبرای جهادی تقریبا چپی دموکراسی، تعداد وکلا، وزرا، قماندانان. با باور آگاهان یکی از علتهای بحران مدیریت در افغانستان خودداری از سپردن کار به اهل آن پنداشته می شود که متهم اصلی در این استخدام ها رهبران حکومت وحدت ملی دانسته می شوند. رئیس جمهور بعد دلیل اینکه وزیر داخله از تیم خودش نیست این نهاد را فاسدترین ارگان دولتی می نامد. برخی از آگاهان با بیان این مطلب می گویند رئیس جمهور با جوطلبیه که دارد وزارتخانه ها را در اداره خود گرفته است، اما وزارت داخله می گوید مهم اراده قوی برای مبارزه با فساد است. جزئیات بیشتر در گزارش.
رئیس جمهور غنی در 30 نشست مبارزه با فساد اتحادیه اروپا وزارت داخله را فاسدترین نهاد حکومتی عنوان کرد. احمد سیدی آقای امور سیاسی انحصارات رئیس جمهور را ناشی از جاه‌طلبی وی می‌داند. با باور وی این انحصارات رئیس جمهور ناشی از زدوبندهای وی با رئیس اجرایی است. رئیس جمهور می‌داند که در حکومتش سر تا پا فساد است و وزارت‌های مختلفی نسبت وزارت داخله با فساد بیشتر غرق هستند. چون وزارت داخله و وزارت خارجه در تیم رئیس جمهور نیستن، اینها را نام گرفت. رئیس جمهور با جاه‌طلبی و خودخواهی که داره همه چیز در چنگ خود گرفت. هیچ وزارت صلاحیت نداره، بی‌ادبی ما فقط سلبین هستن، نشسته هستن و هیچ صلاحیتی نداره. داخلات زیاد است، از رئیس جمهور گرفته تا اعضای پارلمان، اعضای کابینه، هر کدام به نحوی مداخله میکنه و یک از مشکلاتی که در ادارات وجود میاد در عزم نصب ها، در مسائل فساد، همین مداخلات است. در همین حال وزارت داخله گفته های رئیس جمهور را از قضاوت نهادهایی میداند که در حمله مبارزه با فساد فعالیت دارند. این قضاوت نهادهایی که در راستا کار میکنن حتما دارن، اما مهمی است که ما چقدر اراده جدی بر از بین بردن فساد داریم. همواره از سوی نهادهای ملی و بین المللی افغانستان در امر مبارزه با فساد ناتوان دانسته شده است، اما دولت افغانستان همواره از مبارزه با فساد اداری سخن گفته است. منبع اصلی فساد ارگ و شورای امنیت بوده و معامله‌گری های بزرگ برای به دست آوردن منافع شخصی در ریاست جمهوری صورت می گیرد. سناتوران در مجلس با ابراز این مطلب می گویند که اگر ریشه اصلی فساد در ارگ خشکانیده نشود، مبارزه با این پدیده در کشور کار ناممکن خواهد بود. در همین حال معاون اول مجلس سنا تاکید می برزد که فساد سیستماتیک از ارگ شروع شده تا به ادارات کوچک دولتی وجود دارد و تصمیم گیرهای حکومت بر بنیاد منافع و خواست مردم انجام نمی شود. رفی صدیقی این گزارش را تهیه کرده. فساد اداری پدیده‌ای که افغانستان را در صدر فهرست کشورهای فاسد جهان قرار داده است و این کار سبب شده تا کشور به پیشرفت و ثبات دست نیابد. سناتوران در مجلس از وجود فساد در نهادهای دولتی به ویژه ارگ ریاست جمهوری سخت انتقاد میکنند و میگویند که اگر حکومت میخواهد که فساد در کشور ریشه‌کن شود، باید مبارزه با این پدیده از داخل ارگ آغاز گردد. اول فساد ریاست جمهوری که، دویم فساد پر شورای امنیت که، و دریام په د تدارکات په کمیسون کې داغه اولین د فساد منبع هم داغه ده. هغه کمیسون چې دا د تدارکات په نوم ایجاد کړی دی، د اروپا، د امریکا نه د ډیپلومات سره یې راولي، د هغه مشوره منی، د ما او د تا نه منی. امروز فساد در گذشته د دوران کرده شد د داخل هر ریاست جمهوری نبود، حال د هر ریاست جمهوری، د اداره امور، در دیگه اداراتی است که اصلا فساد گسترده در اونجا است. از این ارگ ما چی توقعی داشته باشیم؟ وقتی که خودت در یک قوه اجرایه قرار داری، وزیر خودت تعیین میکنی، با پارلمان معرفی میکنی، امروز پس انتقادم خودت بالای از اون میکنی، ما پس اجراات از کی بخواهیم؟ در همین حال معاون اول مجلس سنا تاکید می‌ورزد حکومت تعهد راستین برای مبارزه با فساد اداری ندارد و متاسفانه حکومت به معامله‌گری ها متوسل می‌شود. فساد سیستماتیک در اشکال مختلف آن متاسفانه در ادارات مختلف دولت افغانستان، از ریاست جمهوری شروع تا ریاست اجرایه تا وزارتخانه ها و ادارات دیگه دولتی و شخصی وجود دارد. حکومت به جای از اینکه به اصول، به معیار، به قانون، به شایسته تالاری توجه داشته باشه، متاسفانه به معامله‌گری متوسل می شود. حکومت وحدت ملی متاسفانه امروز بر مبنای منافع مردم تصمیم نمیگیره، بر مبنای منافع شخصی و تیمی و معامله تصمیم میگیره. سناتوران در مجلس تاکید میورزند که فساد اداری عامل اصلی تمامی چالش ها در کشور است و این کار سبب شده تا میزان حمایت مردم از حکومت کاهش یابد و کشور از ثبات و پیشرفت بسیار عقب بماند. مسئولان امنیتی ولایت قندوز از عقب زدن حملات طالبان در اطراف شهر و بازپسگیری دو پاسگاه در مسیر قندوز خان‌آباد خبر می‌دهند. فرمانده پلیس قندوز می‌گوید طالبان با یک برنامه گسترده و با همکاری طالبان جنوب کشور و شهروندان خارجی قصد سقوط شهر را داشتند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شدند.
اما باشندگانی که در روستاهای مسیر قندوز خان آباد آواره شده اند میگویند که هنوز هم چندین پاسگاه در محاصره طالبان است و حکومت مرکزی باید اقدام کند. آغاز عملیات ویژه در این ولایت، عقب راندن مخالفان مسلح و نگرانی مردم از وضعیت کنونی. فرمانده پلیس قندوز میگوید که در نتیجه عملیات نیروهای ویژه در مسیر قندوز خانواد بخش های زیاد به شمول پاسگاه گدام و پاسگاه ملا رسول از تصرف طالبان ویران شده است. پلیس امنیتی ما در محلاتی که یعنی در وزن جشه اصلی خود در اون مسیر به خاطر تامین امنیت که قبلا افراز شده بجا بجا هستن به شکل بسیار سرساختانه و مردانه مقاومت کردن و سنگر خود دفاع کردن. عملیات تصفیه‌ای یا پاکسازی در مسیر شارع خان‌آباد از دیروز عصر به طرف آغاز شده و جریان داره. امیدوار هستیم که مسیر تصفیه و پاکسازی شده و برای ترافیک باز شده. با گفته وی طالبان قصد داشتند تا با همکاری طالبان جنوب و شهروندان خارجی شهر قندوز را سقوط دهند که موفق به این کار نشدند. یک تعداد افرادی که از ولایت جنوب کشور آمده بود در داخل شهر در اثر سعی تلاش منصوبین مدیریت جنایی ما که در جریان چک پوینت ها تذکیر شدند که قصد پیوستن به صفوف مخالفی نداشتند در برابر نیروهای امنیتی که وارد دستگیر شدند به تعداد 12 نفر تعدادشان است که فعلا در بازداشت پلیس به سر میبرند. اما باشندگانی که از روستاهای مسیر قندوز خان‌آباد آواره شدند میگویند که چندین پاسگاه هنوز هم در محاصره طالبان است و مسئولان محلی در این مورد دروغ میگویند. آنان از حکومت مرکزی میخواهند تا خود در مورد وضعیت امنیتی این ولایت اقدام کند. سرکات تک تک من گزاری شدگی است. ای خویی دولت است که تمام دولت به زورش دو نمیکشه. ناق لاف و پتاق به جای عیب و حال و نمو اردوی بیچاره که او جماسره ماندن نه برش نان میرسه نه برش مهمات میرسه نه برش هیچ چیز میرسه. فقط یک وعدای دروغین است که برای ازو دادر است که این رسیدی. قره باقا میری طالبا گرفته منطقه را گرفته کلش گرفته اولی را سلاح کده سرک بند کده فقط سرک شدگی استیم. دیگه این چیزی نیست. حکومت چی توجه کرده برتن تا حال؟ حکومت تا هیچ چیز نکرده ما. حکومت خبر نیست که این مردم با چی روز است با چی حال است. دولت پیشروی نکرده. طالب اوجا حال فعلا هستند. ما از اونجا بر آمدیم دیگه اوجا که دولت میرفت امنیت میشد. و ما هم پس در خانه خود میرفتیم. امنیت نیست اوجا. رئیس ستاد ارتش نیز روز سه‌شنبه به ولایت قندوز رفت، اما از گفتگو با رسانه‌ها در مورد وضعیت امنیتی این ولایت و آمادگی نیروهای امنیتی خودداری کرد. نشست دوچرخبال در یک پایگاه پیشین نظامیان خارجی در ولسوالی صیاد سرپل که اکنون در تصرف طالبان است انتقاد اعضای شورای ولایتی این ولایت را برانگیخته است. با این حال ولی سرپل نیز نشست دوچرخبال را در ساحه پشت باغ ولسوالی صیاد سرپل تأیید می‌کند. بنا به گفته فرمانده کندک اردوی ملی که خودش مسئولیت خط در خط اول جنگ داره که برخی از شما میدیا هم در درمو استقامت بودین و حرف دقیقی رو او بر ما گفتن که بله ما خود ما دیدیم که چرخ بالا آمدن و نشست را در استقامت پشت باغ انجام دادن. دهمین دور رقابت حسن قرائت با کمک مالی شرکت مخابراتی اتصالات در همکاری با تلویزیون آریانا در ولایت ننگرهار راه اندازی شد. در این رقابت ها که ده تن شرکت داشتند 5 تن از قاریان ممتاز به دور نهایی انتخاب شدند. مسئولان از شرکت مخابراتی اتصالات و تلویزیون آریانا به منظور راه اندازی این رقابت ها قدردانی می کنند. ولایت ننگرهار روز سه‌شنبه شاهد برگزاری دهمین دور رقابت‌های حسن قرائت که از سوی شرکت مخابراتی اتصالات و تلویزیون آریانا را اندازی شده است بود. در این رقابت‌ها ده تن قاری شرکت داشتند که از آن جمله 5 تنشان برای رقابت‌های نهایی که در کابل برگزار می‌شود انتخاب شدند. پینز کسان هغه به دیدی زین این سال ازی کابل ته هبل ته بغړ بل پروګرامي هغه کې به شرکت کړي او هغه ځنه په بیا سره کسان ته اینی او حج بیت الله شریف ته عمره ته بزی هغه بلیږي. در همین حال ریاست حج اوقاف ننگرهار راه اندازی این برنامه را در رشته فرهنگ قرآنخوانی و حسن تلاوت مؤثر دانسته تاکید دارد که چنین برنامه ها باید از سوی بازرگانان دیگر نیز حمایت و تشویق شود. هر صد مخه یوزال بیا د اتصالات و مخابرات شرکت څخه ډیر زیات مننه کوم چې ډیر خپل او خاصه پروګرام دای برابر کړو
پراتون که هم دوی چخه هیل که وجده غصه کل خیسته پرگرمون برابر که اشتراک کنندگان این رقابت ها نیز از چگونگی برنامه ابراز خوشنودی میکنند. از بکی اول نقل مدلل ندیر شکر گذاریم او انشالله من کابل تلان را پیدا کرن او کل تملا او کی من کامیاب شو د اتصالات سیاله مشرانو مننه کوم ډیر د نور کمپاینونو سهم هیله لرو چې قاره صاحبان به دغه زمينه نور مساعده کړي. د همین دور رقابت های حسن طلاوت تا کنون در شش ولایت کشور را اندازی شده است. پس از وقفه کوتاه بیننده رویدادهای خارجی باشید. دوباره خوش آمدید و توجه کنید به چند خبر کوتاه از خارج کشور. قرار است وزیران خارجه آمریکا و روسیه فردا چهارشنبه در واشنگتن با هم دیدار کنند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند در دیدار رکس تیلرسون و سرگی لاوروف بحران‌های اوکراین و سوریه و همچنان روابط دو جانبه به بحث گرفته خواهد شد. این نشست در حال صورت می‌گیرد که روابط روسیه و آمریکا بعد از آن که آمریکا تأسیسات نظامی سوریه را مورد هدف قرار داد به تیرگی گرایید. بر اساس آمارها مون جا ان نامزد حزب دموکرات کره جنوبی پیروز انتخابات این کشور شده است. آمارهای اولیه نشان می‌دهد که مون جا ان 64 ساله با کسب 41.4% آرا از دیگر نامزدان پیشی گرفته است. حزب چپگرای دموکراتیک کره جنوبی با اتحادیه‌های کارگری این کشور ارتباط نزدیک دارد. ایران از ساخت دیوار مرزی توسط ترکیه استقبال کرده است. روز دوشنبه روزنامه‌های حریت و ملیت ترکیه به نقل از یک مقام بلندپایه این کشور نوشتند که انقره قصد دارد برای مقابله با دهشت افغانی و محدود کردن عملیات نظامی حزب کارگران کردستان یا PKK دیواری به طول 70 کیلومتر در مرز ایران و ترکیه بسازد. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایران گفته است که چون این اقدامی از جانب ترکیه مانع ورود کالای قاچاق به ایران خواهد شد. تا چند لحظه دیگر هم بیننده خبر اقتصادی باشید. دوباره خوش آمدید. وزیر انرژی با بر معیاری شدن نهادهای علمی مهندسی برق در دانشگاه‌ها تاکید می‌ورزد. علی احمد عثمانی وزیر انرژی با آب می‌گوید افزایش ظرفیت‌های مسلکی و فنی در نهادهای علمی مهندسی برق می‌تواند سبب توسعه بخش‌های انرژی‌های پایدار در کشور شود. لیدانیوزی با جزئیات بیشتر در این مورد. در دومین روز هفته انرژی پایدار نشست علمی به حضور شمار بیشتری از دانشجویان و استادان دانشگاه در مورد نقش نهادهای علمی و جوانان در گسترش انرژی های پایدار برگزار شد. وزیر انرژی و آب راهبرد نهادهای علمی را در ترویج و چگونگی استفاده از انرژی های تجدید پذیر با اهمیت می داند. مؤسسین ما در این دوره نمی توانند. یعنی هنوز شرایط فراهم نیست که پاسخگوی تمام سوالات کشور باشند. از دوره لیسانس بیشتر از او نمیشه ما انتظارهای بالاتری داشته باشیم. پاسخ گفتن به سوالات مشکل ما نمیتونیم از اونها انتظار داشته باشیم. به همین جهت باید که گامهای بیشتر و بزرگتر برداریم. در همین حال رئیس دانشگاه پلی‌تکنیک کابل میگوید نصابهای درسی کنونی پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نمیباشد. بازنگری و تجدید کلام‌های دپارتمنت‌های قبلا ایجاد شده در نظر به تقاضای بازار کار عیار می‌سازد. تربیه کادرهای مسلکی در زمینه انرژی تجدید پذیر و حفظ انرژی یکی از وظایف نهادهای آکادمیک است. دانشجویان بخش مهندسی برق مدعی‌اند که باید امکانات پیشرفته تخصصی در اختیار آنان قرار گیرد، در حالی که نصاب درسی آنان از سالها پیش است و امکانات چندانی از بابت آزمایشگاه‌های عملی هم ندارند. امکانات بسیار به نظر ما کم است. اگر ما لابراتوار ببینیم، لابراتوار ما تا هنوز تکمیل نشده، حتی تا هنوز ما یک تجربه کاری را در لابراتوار انجام ندادیم. کشور خود را از لحاظ تکنولوژی را ظرفیت بلند ببریم، ارتقا بتیم. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که آگاهان اقتصادی کارکرد 16 ساله حکومت را در بهبود وضعیت انرژی برق در کشور سودمند ندانسته و رهبری ضعیف در بخش‌های توسعه انرژی برق را دلیل عمده آن می‌دانند. توجه کنید به نقش شما را از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل.
یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 95 پول، یک یورو 74 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 637 افغانی. احمد زبیر حبیب زاده در استودیو است و رویدادهای ورزشی را تقدیم می‌کند. زبیر خوش آمدید. تشکر. سلام خدمت تمامی بیننده‌ها. چند خبر ورزشی تا لحظات دیگر. و اکنون چند خبر ورزشی. ترکیب اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای حضور در بازی‌های بین‌المللی در برابر ویست اندیز امروز رسماً آغاز شد. اعلام شد برد کرکت کشور امروز در نشست 15 بازیکن برتر را برای حضور در ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های 20 اوره و 50 اوره دو جانبه بین المللی برابر ویست اندیز معرفی کرد. ملی پوشان کرکت کشور پیش از آغاز این رقابت‌ها قرار است تا دو روز دیگر برای انجام کمپ تمرینی رهسپار هند شوند. گفتنی است که تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی 20 اوره ایشان دوم جون سال روان میلادی به مساف ویست اندیز می روند. تیم ملی تکواندوی کشور به عنوان نخستین نماینده کاروان ورزشی افغانستان امروز برای حضور در رقابت‌های المپیکی کشورهای اسلامی وارد آذربایجان شد. در این رقابت‌ها که قرار است با حضور بیش از 50 کشور اسلامی در شهر باکوی آذربایجان برگزار شود، کاروان ورزشی تیم ملی تکواندوی افغانستان را 7 ورزشکار مشمول یک بانو و 2 مربی همراهی میکند. ملی پوشان تکواندوی کشور ظاهرا برای حضور در این رقابت ها ابراز آمادگی میکنند، اما از کم توجهی حکومت نسبت به کاروان ورزشی افغانستان که قرار است در رقابت های المپیکی کشورهای اسلامی اشتراک کنند شاکی اند. ابزار ورزشی فلور کارلینگ امروز به فدراسیون ملی این رشته از سوی مسئولان کمیته المپیک بین المللی افغانستان تحویل داده شد. در نشستی که به همین منظور امروز در کابل برگزار شده بود، مسئولان فدراسیون کارلینگ گفتند نهادهای تمویل کننده این رشته ورزشی در کشور به هزینه 1100 دلار آمریکایی این ابزار ورزشی را از کشور کانادا برای رشد ورزشکاران این فدراسیون فراهم کرده است. و اکنون وضعیت هوا. برای دریافت تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها با صفحه اینترنتی آریانا نیوز .cz مراجعه کنید. تشکر از همراهیتون با مجموعه خبری این ساعت. شبتون خوش. خدا نگهدار. خداحافظ.